بسیار خوب ما توی ویدیوهای گذشته تا حدودی از مشکلاتی که داشتیم برای نمایش دیتا و درک کردنشون تو دیتابیس رو حل کردیم توی ویدیو گذشته در مورد آپلود کردن یه فایل صحبت کردیم میخوام این ویدیو رو اختصاص بدیم به کار کردن با فایل ها تا کل مباحثی که در موردشون هستش تموم بشه هرچند که میتونیم توی این محله در واقع تو این سی ما خیلی شاید نیاز نباشه به استفاده کردن از فایل ها ولی چون که جزء سرفصل هستش و ما میخوایم بررسیش بکنیم حتما میخوایم این بخش رو تو این ویدیو داشته باشیم یکی از امکاناتی که بعضی از سی ها ارائه میدن در واقع فایل های لاگ هستش فایل های لاگ امکاناتی رو میاد در اختیار کاربر یا مدیر سایت قرار میده که بتونه بررسی کنه آخرین فعالیت هایی که روی سایت شده چی هستش و از کجا میتونه اونا رو پیگیری بکنه یا چه کسی چه کاری رو داخل سایت انجام داده حالا ما اینجا خیلی موضوعمون در واقع نمیخواد تو این CMS پیاده سازی بشه اما میخوایم به همین بهانه بحث کار کردن با فایل ها رو هم یاد بگیریم من برای اینکه بتونم این, این کار انجام بدم یک پوشه درست میکنم توی در واقع دایرکتوری اصلیم به نام لاکس و میخوام توی اینجا بیام به طور مثال به طور مثال اکسس لاگ ها رو بیام در نظر بگیرم یعنی بگم آخرین کسایی که از سایت بازدید کردن چه کسیه البته ما اینجا یک سی کامل نداریم در واقع اما تو که گفتم سی ها دو دستن بعضی از اونها خیلی کامل و پیشرفتن که ما فعلا اونها رو نساختیم یه سری فایل های دیگه هم هستن که در واقع مثل همینه یک صفحه رو سعی میکنیم داینامیکش کنیم تیکه تیکه داینامیکش کنیم که این اون چیزی که توی سی ام های معمولا بزرگ هستش نیست اما فعلا این مباحث آموزشی تا اون سی اس دوم و پیشرفته تر رو بتونیم بررسی بکنیم به طور مثلا ما میخوام هر کسی که توی اینجا وجود داره یعنی هر کسی که به سایت ما سر میزنه رو بیم بررسی بیایم آی پی شو در نظر بگیریم و توی سایت ما توی فایل لاگمون ذخیره بکنیم به همین منظور من یک دونه در واقع کدی رو وسط صفحه میذارم برای اینکه بتونم فایل لاگ رو فراخونی کنم کتابخونه ای که لازم دارم هم کنار همین میذارم ما دو تا دستور رو استفاده کردیم بعضی می وقتا این اینکلود بعضی وقتا می‌نویسیم ریکوایر اینا چه فرقی میکنه با هم دیگه هر دوتاشون یه فایل دیگر رو میارن و فراخونی میکنن اگر اینکلود استفاده کنید و فایل وجود نداشته باشه وارنینگ به شما میده اما اگر ریکوایر استفاده بکنید به شما فتل رو میده یعنی اون اجباری بودنش رو با استفاده از دستور ریکوایر میتونین اعلام کنید که اگر نیستش پیغام خطای جدیتری رو به شما بده من تو پوشه یه لیبز میخوام یه فایل درست کنم به نام log.php و دستوراتم رو اونجا بنویسم یه فایل جدید تک های php زخیرش میکنم تو پوشه یه لیبز به نام log.php البته .ph شد من رینیمش بکنم .php این رو هم میبندمش خب این اون در واقع تابعی هستش که ما داریم کلاس لاگ و تابع اد رکورد یک رکوردی رو میخواد درج بکنه فرض ما فقط آی پی رو میخوایم در نظر بگیریم دالر آی پی میخوام هر کسی که داخل سایت اومد بتونه در واقع این رو داشته باشه بتونه یک رکورد رو واسش ثبت بکنه خب ما یکی از انواع توابع دیگه که داریم توابع استاتیک هست اگر دقت بکنید ما توی این کلاس در واقع کلاس هایی قبلا نوشتیم کاری که بیکردیم میمیدیم یک آبجکت از اون کلاس میساختیم و بعد میمیدیم حالا یکی از توابعش رو فراخونی میکردیم اما می توابع میتونن استاتیک هم باشن یعنی نیاز نباشه که یک آبجکت از اون کلاس تعریف بکنی میتونی مستقیم به تابعش داخل همون کلاس دسترسی داشته باشی حالا مزایاش چیه مزایایی که تو کلاس در واقع آبجکت داریم میتونیم توابع داخلی اون کلاس رو فراخونی کنیم یعنی میتونه اگر که کلاس به صورت استاتیک تعریف نشه توابعش میتونه این سری توابع داخلی مثلا اینترنال فانکشنز داشته باشیم که در حین اینکه داره در واقع اینجا یک کار رو انجام میده بیاد اون تابع داخلی رو فراخونی کنه و ازش استفاده بکنه یا داخل اکثر توابع ما یک دونه تابع داریم به نام همنام با خود در واقع کلاس اینو بهش میگن کانستراکتور یا اینکه میان از آندرلان آندرلان کانستراکتور براش استفاده میکنن که میگه به محض اینکه از این کلاس یک آبجکت تعریف شد این های اولیه مقداردهی بشن و بعد از اینکه اینجا در واقع ما داریم کار میکنیم خب لازمون میشه مثلا میگیم دلار ساین مای که در واقع برابر هست مثلا به صورت با مقدار 5 که معمولا اینو بعد به صورت گلوبال هم تعریف کنیم دلار ساین مای ور بعد میبینید که داخل این تابع پایین به و همون متغیر نیاز داره مثلا میتونه اینجا بهش بگه اه گلوبال دلار سان مایور و بعد اینجا دلار سان مایور استفاده کنه یعنی وقتی که ما از یک کلاس یک آبجکتی میگیریم اول از همه تو توابع در واقع یا اون کانستراکتور اون توابعی که به محض اینکه از این آبجکت کلاس رو بگیریم این دستورات اجرا میشه مثلا مقدارش میشه پنج و یک تابع ممکنه داخل این کلاس تعریف شده باشه که ما باز به اونها دسترسی داریم وقتی که از طریق یک آبجکت فراخونی میشه اما اگه استاتیک باشه هیچ کدوم از این حالت ها رخ نمیده یعنی ما نه به کانستراکتور دیگه دسترسی داریم نه به توابع داخلیش نیاز داریم اگه بخوایم خودمون میتونیم دوباره مثل یک آبجکت بیرونی بهشون دسترسی پیدا کنیم و معمولا توابع استاتیک نیاز به پارامترهایی که داخل کانستراکتور یا داخل کلاس اومده ندارن به همین خاطر از استاتیک استفاده میکنن برای اینکه بتونیم این تابه رو در واقع استاتیکش کنیم کافی بمیسن. public static استاتیک فانکشن رکورد. در واقع مهمترین فرق بین توابع استاتیک و توابعی که استاتیک نیستن اینه که ما تو توابع استاتیک به دالرساندیس دسترسی نداریم دالرساندیس یعنی تمام المان هایی که داخل این کلاس پایه تعریف شدن دیگه ما دسترسی بهشون نداریم و دسترسی بهشون داشتن میشه خطا خب ما اینجا کاری فعلا با اونها نداریم به همه خاطر نیازی نیست که ما کار بکنیم باهاشون ما میخوایم هر سری که یه فایل لاگ باز میشه در واقع کسی میاد داخل سایت بتونیم ازش استفاده کنیم توی نحوه فراخونی توابع گذشته هم من یه بار دیگه برگردم اگه نگاه بکنید توی به طور مثال یوزر وقتی که اینجا ای رو نوشتیم که این استاتیک نیستش موقع فراخونیش این شکلی فراخونی میشه مثلا توی ادمین توی ایندکس دات پی اچ اگه ببینید ببینید از کلاس یوزر یک دونه آبجکت گرفتیم و بعد با استفاده از یک علامتی که شبیه به فلشه یک دشت و علامت بزرگتر بعد به تابع لاگین دسترسی پیدا میکنیم اما توی اینجور کلاس ها که به صورت استاتیک فراخونی میشه ما این کار رو نمی کنیم تنها میایم از دو تا دو نقطه استفاده میکنیم برای دسترسی پیدا کردن بهش یعنی میتونم بگم اسم کلاسم که اینجا لاگز هست و دو تا دو نقطه و بعد اسم تابم که در واقع اد رکورده اینجا هم یه پارامتر ورودی بهش میدم مثلا تست و کاری که میخوام اینجا انجام بدم فعلا اینه که اکو کنه مقدار دالس آی پی یعنی ورودی که ما بهش دادیم رو یعنی اگر که من تو این صفحه الان فراخوندیش کنم بعد یه مقدار تستی رو اینجا ببینم این به این معناست که من اون تابه رو درست فراخونی کردم یعنی این تابه اینجا داره درست کارش رو انجام میده خب کاری که من میخوام انجام بدم اینه که به اینکه که یک پارامتری رو به نام تست در, در واقع بفرستم واسه بیاد مباحث دالسان آندلان سرور آی پی کاربر رو داشته باشیم اگه خاطرتون باشه یه سری متغیرهایی رو ما قبلا در, در واقع تعریف کردیم به نام سوپر گلوب ها یا در واقع تغییرهایی که خیلی بزرگتر هستند من توی دیرین بیور بازش میکنم این فایل پی که توی سایتمون وجود داره این نه اینه که میخوایم در واقع تابه رو توش فراخون کنیم اضافی ها رو ببندم فعلا خب اینجا ما میخوام آی پی کاربرمون ارسال بشه برای در واقع این تابمون میتونیم از کلمه دلار ساین آندرلاین سرور که اگه بیاره که نمیاره معمولا باید بیاره اگه که در واقع اینتلیجنسش درست رفتار بکنه مثل دالسان آندرلاین پست که فعلا از کار افتاده اینتلیجنسه دین اما اگر که بخوام آی پی کاربر رو به دست بیاریم میتونیم با استفاده از تالسان آندرلاین سرور معمولا از خونه ریموت آندرلاین ای دی دی آر استفاده میشه حالا من گفتم پارامتر ورودی همین تابه رو فقط واسه ما چاپ بکنه داخل تابه ای که در واقع داخل فایل لاگز نوشتیمش گفتیم پارامتر ورودی رو فقط چاپ بکن یعنی الان من صفم رو که اجرا بکنم چیزی که واسه من برمیگرده آی پی کاربری چون من دارم با آی پی خودم دارم کار میکنم یا آی پی لوکال هست هستش آی پی 127.001 رو برمیگردونه که آی پی درستی هم هست یعنی اگه این بعدا آپلودش کنیم میشه یک آی پی اینترنتی خب من میخوام همین آی پی رو توی فایل درجش بکنم و توضیح بدم به کاربرم یعنی این تکس رو بیام ذخیره کنم بگم که یوزر ویت آی پی یعنی با آی پی آدسه. این یکی که جلوت هستش با پارامتر ورودی که اومده has visited index.php چون الان یک دونه فایل بیشتر ندارم خب این پیغامی هستش که میخوام تو فایل لاگم ذخیره بشه اما چجوری فایل لاگ رو ایجاد بکنم برای اینکه این کار رو انجام بدم یه تابعی داریم به نام f open دوباره من این فایل رو توی درین ویور بازش میکنم فایل لاگ رو اینجا یک دونه گذاشتیم خب تا به اف اوپن اف اوپن اگه نگاه بکنید از شما چند تا پارامتر میخواد چون ما میخوایم یک فایل لاگ رو باز کنیم پس اولین گام باز کردن یه فایلی که یک آدرس میگیره با مودی که میخواد باز یعنی به چه صورتی میخواد باز کنه و بعد شروع میکنه به کار کردن خب آدرسش که میدونیم تو فایل لاگ و بعد حالا مثلا به نام log.txt میخوایم ذخیرهش بکنیم اما چیزی که واسه ما مهمتره اینه که مودش چجوریه؟ یعنی با چه حالتی فایل رو باز کنه توی حالت در واقع مختلف میتونه فعالیت های مختلفی هم انجام بده یعنی اگه توی حالت R در نظر بگیرین میشه open for reading only فقط برای خوندن و place the file pointer at the beginning of the file یعنی فایل رو فقط به معنای خوندن باز میکنه و پوینتر فایل از ابتدای فایل یعنی اگر توی اینجا ده خط داشته باشیم و بگیم حالا یه خط به ما بده اولین خط اولین خط به اولین سطری که توی اون فایل وجود داره رو واسه ما میخونه و نمایش میده کافی مودش رو به جای آر بمیسیم آر پلاس اندفه هم برای ریدینگ و هم برای رایتینگ و همچنان در واقع برای رید رایت باز میشه ولی همچنان پوینتر ما در ابتدای فایله یعنی اگه میخوایم بعدا یک جمله رو درج بکنیم میره ابتداش درج میشه نه انتهاش اگر که دبلیو بزنیم فقط برای رایتینگه و در ضمن پلیس file فایل پوینتر ات دی بیگینینگ اف فایل و همچنین در ابتدای فایل میاد پوینتر ما رو قرار میده یعنی همه کارها از ابتدای اون فایل انجام میشه و همچنین ا ترانک د فایل 0 لنس اف د فایل دازنت اکسیت اتپت تو کرییتد و همچنین اگر که فایل وجود داشته باشه اون رو از بین میبره تخریبش میکنه یعنی اطلاعات اگر دو سه سری پوش بذارم فراخونی بشه هر سری یک فایل جدید رو تولید میکنه و اگر که فایل وجود نداشته باشه اون رو ایجاد میکنه پس این جزء مز... در قابلیت هایی هستش که توی مود دبلیو ما داریم و اگر که دبلیو پلاس باشه برای ریدینگ و راتینگ بعد فایل رو میذاره ابتداش و طولش رو صفر میکنه و همچنین اگر که فایل وجود نداشته باشه اون رو میسازه پس ما توی این حالت قبلی و فرق این R پلاس و W پلاس جفتشون برای ریدینگ و راتینگ باز میکنن اون تا W هر سری تخریب میکنه فایل قبلی رو اما توی R پلاس اینجوری نیست بیشتر میخواد باز کنه فایل رو و بخونه A رو برای اپن گذاشتن یعنی اضافه کردن به انتها میگه open for writing only فقط باز برای باز کردن برای نوشتن تو چون میخواد این رو به انتها اضافه کنه و append بکنه مثلا اضافه کردن به انتها رو میگن append و به خاطر همینم هم، place the pointer at the end of the file پوینتر فایل رو میبره انتهاش یعنی اگه ده خط داشته باشین برخلاف R که میبرد ابتداش میبره انتهاش و اگر که فایل وجود نداشته باشه اون رو ایجاد میکنه باز ما توی A پلاس یا ببخشید توی R پلاس اگر که فایل وجود نداشته باشه خطا به ما میده دیگه سعی نمیکنه اونو ایجاد کنه اما توی اینجا A پ... در واقع توی A ما بازش میکنیم اگر وجود داشته باشه میبره انتها و اگر وجود نداشته باشه اون رو ایجاد میکنه توی A پلاس در حینه که برای رایتینگ باز شده برای ریدینگ هم باز شده یعنی ما میتونیم برای خوندن هم ازش استفاده بکنیم و همونطور که مثل بالای مثالت A پوینتر به انتهای فایل میره و اگر که فایل هم وجود نداشته باشه اون رو ایجاد میکنه پارامتر x هم هستش که فایل رو برای ریدینگ و رایتینگ و پوینتر فایل رو برای در واقع ابتدای فایل میبره و اگر که فایل وجود داشته باشه اف اوپن فقط مقدار فالس رو برمیگردونه و یک وارنینگ واسه ما در واقع درست میکنه و اگر که فایل وجود نداشته باشه اون رو میسازه و این در واقع گفته مساوی با او اکسل و او کریت فلگ که در واقع توی سیستم کال ها داره فراخونی میکنه و همچنین اکس پلاس هم با همون قابلیت مثل ریدینگ و در واقع رایتینگ و ابتدای سطر فرق اکس و اکس هم تو اینه که میبینید اکس فقط برای رایتینگ اونلی اما اکس پلاس برای هم ریدینگ هم رایتینگ خب برای اینکه بتونیم ما فایلمون رو ایجاد کنیم بعد آدرس فایلمون رو بدیم خب من میگم dir name یعنی پوشه ی آدرس جاری اندرلاین اندرلاین فایل یک دات یک اسلش میگم از پوشه که الان تو پوشه لیبز هسته یک محله در عقب و بعد میگه تو پوشه نیوز پوشه لاگز و فایل لاگ Txt. خب این میشه پارامتر اول و مودمون رو هم میذارم a plus یعنی اگر که وجود داشته باشه اون فایل رو بازش کنه کرسر رو ببره انتهاش و اگر که فایل وجود نداشته باشه اون رو ایجاد بکنه خب ذخیرش میکنم و این خروجیش رو باید بریزم داخل یک متغیر مثل دالرسان هندل که این یک دستگیر است برای کار کردن با فایل ها ما یک سری بازش می کنیم یک اشاره گر به اون فایل ما داریم یعنی بعضی این بقیه کارهایی که میخوام با فایل انجام بدیم توسط این اشاره گره یک بار فایل رو باز میکنه هر سری نمیاد دنبال فایل بگرده تا اون رو بخواد ایجادش بکنه یا دستگیری رو بهش پیدا کنه یه سری اون رو توی در واقع روی فایل سیستم اون رو اضافه میکنه یک دستگیره بهش میده بعد از این اگه بخواد رایت کنه یا رید کنه فقط از همین استفاده میکنه خب این دالسان هندل هستش که داره واسه داره واسه ما این فایل لاگ رو ذخیره میکنه یعنی هندل این فایل لاگ رو واسه ما ذخیره میکنه تا اینجای کار اگر که دقت بکنیم من کافیه که یک سری این رو فراخونی بکنم در صورتی که خطایی نداشته باشم یک فایل log.txt واسه من ایجاد شد درسته که حجمش کیلو کیلوبایت هستش یعنی هیچ محتوایی توش نداره اما این نشون میده که دستوری که تا اینجا نوشیم درست بوده حالا کار بعدی که ما میخوایم انجام بدیم نوشتن توی فایل خب اگر که من تابع افرایت رو باز کنم توی پارامترهایی که میخواد از من میبینید که یک نوع ریسورس هندل رو میخواد همونطور که بهتون گفتم این باید بدونه که به کدوم فایل میخواد نوشته بشه یعنی هر سری نمیاد آدرس فایل رو بپرسه یه سری میره فایل رو باز میکنه یک هندلی بهش داده میشه و اون هندل بعد از این کارهای ما رو انجام میده خب من میگم دالرسان هندل هم داخل در دال... هندل من داخل دالرسان هندل قرار گرفته و رشته ای هم که میخوام درج بشه دالرسان تکسه دالرسان تکس هم اگه دقت بکنید آخرش یک دونه اسلش ان داره به معنای نیو لاین که اگه که باز شد چند تا در واقع خط درد شد نخواد که هر سری در واقع سر هم نوشته بشه بتونه اینتر مثل اینتردار عمل کنه بعد از اینکه کارم با فایل تموم شد بچه حتما باید خاطرتون باشه که هندل به فایل بسته بشه دلش هم اینه که زبانهای های یا سیستم عامل به خاطر که دسترسی به دیسک یه کار مکانیکیه و یه کار زمانبر و سنگینه معمولا میان اطلاعاتی رو که شما دارین میمبیسین رو توی بافر ذخیره میکنن بافر یه حافظه موقتیه که موقعی که میخواین با سخت افزارها ارتباط برقرار کنید میان اون رو در واقع همه اطلاعات رو توی اون میریزن و وقتی که حافظه بافر پر شد یک بار انتقال میدن روی دیسک و در واقع این کار باعث افزایش سرعت میشه حالا ما اینجا کاری که انجام میدیم زمانی که هندلر رو میبندیم اون ارتباطی که با اون فایل توسط تابع اف اوپن باز شد اون استریمی که باز شده رو میام اینجا میبندیمش و این می به معنای درج در واقع انتهای کار ما با فایل یعنی دیگه فعلا بهش نیاز نداریم یعنی دفعه بعدی اگه بخوایم کار بکنیم حتما باید تابع اف اوپن دوباره فراخونی بشه یعنی من الان اگه دوبار سه چهار بار اینو بازش کنم و فایل log.txt رو فراخونیش کنم میبینید که حالا چون یک آی پی داشتم سه بار این آی پی اینجا درد شده و کلمه در رشته ای که ما داریم رو گذاشته و اگر که دقت بکنین که انتهاش هم در واقع اینتر خورده رفته خط بعد اما اگه اینو با نوت پد معمولی باز میکردم اینجوری نبود یعنی این نوت پد /n انتهایی رو نمیشناسه ولی خب ما گذاشتیم و درجش کرده پس من توسط این توابعی که اینجا دارم مثل f open f write و f close تونستم یه فایل رو باز کنم داخل یه فایل بنویسم و حالا بعدش ببندم خب من میتونم توابع دیگه هم اینجا تشکیل بدم که اونها هم استاتیک باشن پابلیک استاتیک فانکشن لاگ که من اینجا تعداد سطرها رو میتونم بهش بگم مثلا تعداد سطرها به صورت پیش فرض ده تا باشه ده تا سطر رو بخونه و اگر که کاربر خواسته سطرهای بیشتری رو به من بگه که بخونم برای اینکه این, این کار انجام بدم باز هم نیاز دارم از تابع اف اوپن استفاده کنم آدرس فایل که فرقی نکرده یعنی همون فایل قبلی هستش پس من کل این دستور بالایی رو کپی میکنم اگه خاطرتون باشه من دفعه پیش A پلاس زدم یعنی هم ریت هم رایت اما این دفعه چون فقط میخوام بخونم میتونم سه دیگه فقط با A معمولی باشه دیگه A پلاس نباشه خب بعد از اینکه اینجا دسترسی به فایل رو باز کردم میتونم بیام و بخونم ما توابعی داریم در مورد فایل ها مثل fget حالا این fget ها چی کار میکنه به طور مثال اف داریم این اف کاراکتر به کاراکتر میخونه این یکی از کارهایی که میشه انجام داد اف گت اس یک خط رو میخونه یک سطر رو واسه من میاد میخونه همونطور که میبینید گت لاین فرام فایل پوینتر گف اف اس این در واقع میاد استریپ تگ HTML میکنه یعنی که اچ تی ام باشه اونها رو برمی داره یا اف گت اگر که CSV فیلد یا کاما سپریتد فایل ها وجود داشته باشن میاد میخونه حالا ما اینجا میخوایم خطی بخونیم میگیم اف get ده در واقع ده بار میخوایم این خط رو بخونیم میتونیم طولش رو مشخص کنیم میگم از داخل دالرسان هندل و تعداد روی که گفته یعنی ده خط رو واسه من بخون اگر که دقت بکنی اف اینجا اگه بازش کنم f get -S خروجی که داره واسه ما یک استرینگ یعنی یک رشته برای ما برمیگردونه مثالاش هم این پایین معمولا می نویسن که چی کار بکنید که در واقع بشه خوند حالا اینجا اومده از f o e -F یا end of در نظر گرفته برای خوندن از کل فایل ولی اینجا در واقع طولش رو هم میشه گذاشت می بینید که f get -S و هر سری 4096 بایت اومده خونده خب من الان یک سری میخوام مقدارش رو بخونم یک استرینگیه که میشه lines و مقداری رو مقدار این اینتر سمیکالون اینجا و ریترن کنه مقدار دلار لاینز خب من حالا میخوام اینو توی پنل مدیریت فراخونیش کنم یک بار یک جایی تابه رو بذاریمش برای اینکه این کار رو انجام بدیم توی پنل ادمین و توی فایل پنل داد پی اچ یا بهترتون ماژول داشبورد بیام این کار رو انجام بدم چون اینجا هیچ کار در واقع دیگه ای ندارم میخوام داشبورد ماژولم زمانی که فراخونی میشه این تبابه هم کار بکنه چیزهایی که لازم دارم رو اینجا می یکی اول از همه خوندن اینکلود کردن اون فایل در واقع لایبرریش هست که مثل تاب insert news که فایل ها رو فراخونی میکنه از پوش لیبز منم این رو کپی میکنم توی اینجا فقط به جای news.php از تابه logs.php استفاده می کنم حالا توابعش رو میتونم مستقیم کار بکنم یعنی بگم logs دو تا دو نقطه و اسم تابعش read log read log البته اسم فایلش هم log.php logs نیست این هم از این و اکو کنه مقدار هر چیزی که اونجا واسهش گذاشته یعنی اگه که من الان برم تو پنل ادمین و روی داشبورد کلیک بکنم مقدارش رو باید مثلا من چاپ کنه که الان یه بار تستش میکنیم تا ببینیم خطا چیه اکو کنه تست خب تا اینجا که درسته و اینجا هم وردام کنم مقدار لاگ و تابع رید لاگ خب مقدار فالس برمیگردونه یعنی توی تابع رید لاگ یک مشکلی رو داریم فایل لاگ من این پارامتر دومی رو بردارم و ریترن کنه لاینز رو مودش رو A پلاس میزنم چون ریدینگ و رایتینگ رو داشته باشه یه بار دیگه تستش می‌کنم ها درست شد در واقع دسترسی نداشت مود بعدی رو انتخاب کرده بودیم رشته تست رو هم بردارم از توی فراخونش خب الان یک سطح رو خونده واسه ای من که یک رشته رو خونده به جای بردام پس تا به اکو استفاده کنم یک دونه در واقع سطر رو خونده حالا من میتونم تعداد سطراش رو مشخص کنم بگم مثلا به اندازه تعداد سطرهایی که هستش تا زمانی که اول از همه FEOF در واقع FEOF تست for اند اف فایل مشخص میکنه که آیا به انتهای فایل رسیده یا نه اگر که دارسان هندل به انتهای فایل نرسیده باشه میتونم اینجا نقض بذارم اگر که به انتها نرسیده باشه و دالرسان دالرسان کانتر هم هم باشه از تعداد دالرسان روز چون من میخوام فقط ده سطر رو بخونم میام دو تا شرط با هم میذارم میگم به شرط اینکه یکی اینکه به انتهای فایل نرسه دومی که تعداد سطرا کمتر از ده تا باشه حالا من اینجا یک دونم کانتر اینجا هر سری میام پلاس پلاس میکنم اینجا هم مقدار دالسان کانتر رو برابر میکنم با مقدار صفر یعنی هر سری که من میخوام یک دونه واحد اضافه کنه و بعد تعداد سطرهایی که میخوام رو به برگردونه توی حالت اولیه ریدلاگ گفتم هیچی نگفتم و تا ده تا سطر رو واسه من میخونه اگر که در واقع خطایی نداشته باشیم تا ده تا سطر رو میتونه واسه من بخونه و برگردونه چون اگر که به انتحان نرسیده باشه دالرسان کانتر کوچیکتر باشه دالرسان روز خب هیچی بر بریم خطایی بی کنیم ببینیم علتش چیه وردام کنیم این مقدار بازگشتی چی برمیگردونه مقدار فالسه خب چند تا دلیل رو میشه فهمیده که اینکه اینجا هر سری داره روی لاینز اوور رایت میکنه اینجا بدونه دات بزنم تا بتونه هر سری جمع رشته ای انجام بده خب میبینید این دفعه یه استرینگ بلندتری خوند یعنی یک بار دو بار و سه تا خطی که وجود داشته رو خونده و همچنین گفته متغیر ناشناس لاینز توی خط پونزده توی خط پونزده داره لاینز. لائنز آه, اف کلوز رو هم فراخونی نکردیم بعد اینکه کارمون تموم شد داره ساین هندل رو و اینجا هم برای اینکه به خطا برنخوریم داره سان. لاینز رو برابر میکنم با رشته خالی دیگه وارنینگ هم نمیده دیگه خب میبینید که این سه تا که در واقع ما لازم داشتیم واسه همون برگردونده دوباره دستور بردام هم تبدیل میکنم به اکو این سه تا روشی که در واقع سه تا قسمتی که خواستیم رو برگردونده حالا میتونم پارامترش رو کمتر بذارم بگم دو تا این باید سه تا سطرای کمتری رو برگردونه در واقع هر چند تا ردیف که الان بخوام اینجا میتونه واسه من برگردونه و بخونه تا زمانی که به انتهای فایل نرسیده باشه و به این شرطی که من دارم نرسیده باشه بعد بیاد این کارا رو انجام بده پس من میتونم با استفاده از FAOF چک کنم که حتما اگه به انتهای فایل رسیده دیگه هر سری نیاد دستور خوندن از دیتابیس خوندن از فایل رو از ما بخواد و همچنین تعداد سطرام رو هم رعایت کنم که از تعداد درخواست بیشتر نشه و اونا رو بیام جمع کنم میتونم هر سری که اینجا داره جمع میشه یک دونه در واقع بی آر هم زده بشه اگر که میخوایم مستقیم توی HTML چاپش کنیم که هر کدوم از اینا بیاد اینا درج بشه و بره انتخاش و داره فایل ما رو میخونه خب این در واقع یک نمونه هست از کار کردن با فایل و کار کردن با فایل میبینید که خیلی سخت نیست فقط اینجا ما چون مثالی که میخواستیم بزنیم در واقع خیلی کم کار برده معمولا توابع فایل ما اینجوری ازشون استفاده نمی کنیم مگه اینکه بخوایم کاری با فایل انجام بدیم فایل رو خودمون دستی جابجا کنیم یه از توابع فایل فرا استفاده میکنیم و در واقع به کار میریم اما سینتکس این شکلی هستش و چند تا تابع کلی داره اگر که باز هم بخواین اطلاعات بیشتری رو داشته باشین من تو سایت w3schools قسمت php قسمت فایل ها چند تا مسئله رو گفته که با همدیگه دیگه ریویو میکنیم که از داخل سایتش هم چیزی از قلم نیفته چون رفرنس کاملش رو اونجا نوشته اینجا در واقع در مورد فایل هندلینگ اوپن رید و رایت و کرییت فایل آپلود رو هم که توی ویدیو گذشته ما بررسی کردیم در مورد فایل ها گفته که دقت داشته باشیم برای باز کردن و بستنش در مورد تابع رید فایل صحبت کرده تابع رید فایل دیگه کاری به اینکه ما توابع داخلی رو بخوایم بسنجیم بیایم درست کنیم نداره در واقع یه پارامتر ورودی داره فقط اسم فایل دیگه نمیخواد این شرط ها رو ما بنویسیم که سطر به سطر بخونه اومده در مورد این تابع صحبت کرده تابع read file ولی در بقیه مواردش در بقیه اومده از همین توابع ما استفاده کرده مثل f open که یک هندل رو در واقع به, به اون فایلی که ما داریم باز کرده و در مورد حالت های مختلفی وجود داره هم اینجا اومده توضیح داده که خدمتون گفتم میتونید تو اینجا مطالعه کنید R برای Read Only W برای Write Only A فقط Write Only برای انتهای فایل X R Plus و حالتهای مختلفش رو اومده گفته همچنین توابه دیگه هم ما داریم به نام F Read F Read باز هم از توی فایل میخونه مثل F Get S فقط فرقی که داره داخل اینجا شما مشخص میکنید که چند بایت میخواید بخونید اگر نگاه بکنید تعداد پارامترهای دومی رو واسه ما مشخص کرده و این دقیقا همونه یعنی شما میتونید اینجا مکسیموم نمبر of بایتس تورید رو واسهش مشخص میکنید چند بایت رو بخون حالا اینجا اومده با استفاده از تابع فایل سایت گفته یه فایلی داده بایت چیه که دقیقا همون تابع افرید میشه برای اینکه تا انتهاش بتونه بخونه تابع اف که خدمتون توضیح دادم برای بستن هندل اون فایل هستش که در واقع هر موقع کارمون تموم شد ما اون استریم یا اون جریانی که باز شده یا اون ریسورسی که از سرور گرفته شده رو ما ببندیمش و برای اف گت اس رید سینگل یک خط رو میتونیم بخونیم سطح سطر کامل تابع اف او برای اینکه چک کنیم به انتهای فایل لیست ما هم دقیقا همین استفاده رو کردیم حالا این گفته کل فایل اگه بخواد بخونه دیگه شرط دوم ما رو نذاشته گفته فقط F O E O F فقط چک کن که تا انتها نرسیده باشه بیاد تمام فایل رو بخونه و F get C برای خوندن یک کاراکتر اگه بخوایم کاراکتر به کاراکتر بخونیم امکانش هست پس اینجا هم دقیقا اومده همون توابعی که ما توضیح دادیم رو دوباره توضیح داده در واقع ما از روی این صفحه که این سایت واسه ما گذاشته اومدیم این توابعی که لازم بوده رو خدمتون گفتیم در مورد create file write to file که در واقع تابع اف رایت رو میاد معرفی میکنه که ما ازش استفاده کنیم برای نوشتن یه فایل لاگ بود و همچنین overwriting گفته اگر میخواین overwrite کنین کافیه که از مود w استفاده کنین که من گفتم میاد فایل قبلی رو ترانکت میکنه کلا از بین میبره تبدیلش میکنه به صفر و میتونی ازش در واقع تابع جدید یک فایل جدیدی که ایجاد شده استفاده بکنید و در مورد فایل آپلود هم که ما توی ویدیو قبلی صحبت کردیم اینکه اینکریپشن تایپ ملتی پارت فرم دیتا باشه و کاری که گام به گامی که باید انجام بدیم اسکریپت ها شرط رو که باید چک بکنیم تارگت آدرس تارگت فایل شرط هایی که داریم فایل سایزمون تایپ های مختلفی که داشتش و این هم کد کاملش که خیلی شباهت داره به اون کدی که ما نوشتیم و توی ویدیو توضیح داده شده و شما میتونید ازش استفاده بکنید.